خب بریم حالت بعدی. حالت اینجا بخوایم عملیات آپدیت دیلیت رو هم انجام بدیم، که حالا آپدیت بحث پوت و پنج داره. پوت منهای این که عملیات آپدیت رو انجام میده، اگه رکوردی هم وجود داشته باشه کرییت میکنه. پچ فقط وظیفش بحث آپدیت کردنه، و دیلیت هم که دیلیت کردنه. میتونیم بریم یه اندپوینت جدید بسازیم، و من اینجا این رو سیف کنم و بریم اینجا مثلا همون گزینه من اینا رو ببندم. بیم بریم اینجا، بریم ببینیم که به چه صورت هستش. گزینه گایدش رو بزنیم، بریم دیلیت و آپدیتشونه به چه صورت هست. این کرییت بود، اینجا آپدیت همین مواردی که اینجا دارید میبینید میگه میتونید استفاده بکنید. و میام اینجا با همین جیسون پلیس هولدر مثلا پست آیدی یک مثلا، یعنی این شکلی من این رو میام اینجا، یعنی در واقع طبق رفرنسش به این شکل هستش. من بیس یو آر ال رو قرار میدم، می نویسم پست مثلا گزینه یکم، و چیزی که هستش اینی که بیایم اینجا شروع کنیم شبیه به همین مقدار قبلی توی بادی. من اینجا مثلا فرض کن برمیگردم میگم تایتل همون هلو داش ورد، و اینم گزینه بادی و همون دیس. البته چه کاری لورم تکس دیگه، لورم رندوم دارم تکس بادی لورم، اگر ایشون اجازه بده لورم پاراگراف، و یکی هم یوزر آندرلاین چیز یوزر آیدی و لورم اینت لورم رندوم دوم لورم رندوم اینت یا بولین، اما اینت میزه به این صورت. گت نباشه و باشه پوت، اگه وجود نداشته باشه سند رو میزنم، و سند رو میزنم یو کن نات سند ریکوست. میگه بیس یو آر ال رو نمیشناسم، حق داره به خاطر اینکه بنده اینجا میام میگم پوت پچ دیتا، حق دارن ایشون. و اینجا میگم آی وانت پوت اور پچ فور یوز دیتا، چرت و پرت می‌نویسیم بره، و هیچی همش پرید. نه نه پرید، فکر کنم پرید. و الان سند رو میزنی، حالا یو آر ال رو میشناسه و میگه برای آیدی یکم یوزر آیدی 140 یه چیز چرتی دیگه مهم نیست چون رندومه، و اومد این دیتا رو قرار داشته. یعنی من گفتم یک، حالا اگه این رو تو میخواستی بذاری بگی آیدی بیاد مثلا بر اساس این آیدی باشه، خب میخواستم به این پارامتر برگردونه که نرست اینجا نمیتونی چون داری گت نیستش، ببخشید گت نیست، گیتی که میتونی کوئری پارامز تعریف کنی یا پس وریبل تعریف کنی. اینجا باید عدد بدی، حالا مثلا مقدار رام آی دی بیای در نظر بگیری، بعد این مقدار یه در واقع چیزی رو خودت قرار بده، مثلا برمیگردیم که 5 خب، و سند رو میزنی میاد برات انجام میشه. حالا اینو میخوای متغیرش کنی، میتونی برگردی بگیر رندوم رندوم اینت مثلا، و حالا یه عددی رو اینجا جنریت بکنه برات اگر اجازه بده. cannot read property has define id. خب بذار ببینیم این، چون ممکنه عددی رو جنریت بکنی که وجود خارجی نداشته باشن تو این رکورد، لازم همون یک یا دو یا تا صد یا هر مقداری که شما دوست دارید رکوردی که داری میزنی که بره اینجا انجام بده. و طبیعتا 101 وجود نداره، برنامه باید ارور برگردونه.
بله، اینا چیزی که اینجا دارید میبینیدش. همون پس من اعدادی که میتونم رو در واقع قرار بدم، پوت میتونم بذارم، پچ میتونم بذارم. بیام اینجا، این چون سرور فیکه اجازه نمیده که مثلا من پوت که دارم استفاده میکنم مثلا میذارم 101 بیاد برای من، چون وجود نداره حداقل کرییت بکنه. خب سرور چون فیک، حالا سرور واقعی بود این اتفاق میافت. حالا اگه من 100 رو بزنم پوت و پچ میاد اینجا این مقدار رو جنریت میکنه. خب اینم بحث پوت بود که بخواستم باش آشنا بشیم و بریم سراغ دلیل.